بخش آخر کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند. افراد ثروتمند پیوسته در حال یادگیری و رشد هستند. فقرا فکر می‌کنند که همه چیز را می‌دانند. در ابتدای سمینارهای زنده ام معمولاً افراد را با یک کلمه خطرناک زبان انگلیسی آشنا می‌کنم. این کلمه می‌دانم است. خب از کجا بدانیم که آیا واقعاً چیزی را می‌دانیم یا نه؟ ساده است. اگر آن را اجرا می کنید، آن را می دانید. اگر فقط در مورد شنیده اید، خوانده اید و یا حرف می زنید، پس آن را نمی دانید. روکو پوسکنده بگم، اگر واقعا پولدار و خوشبخت نیستید، به احتمال زیاد هنوز چیزهایی وجود دارد که باید در مورد پول، موفقیت و زندگی یاد بگیرید. همانطور که در ابتدای این کتاب توضیح دادم، در طول ایام ورشکستگی هم بخت با من یار بود و دوست میلیونر من که به خاطر وضع نابسامانم دلش به حالم می‌سوخت، توصیه هایی به من کرد. به یاد داشته باشید که او به من چه گفت. هارو، اگر آنقدر که می‌خواهی موفق نیستی، چیزی هست که نمی‌دانی. خوشبختانه توصیهش را آویزه گوشم کردم و از همه چیز را می دانم به همه چیز را یاد خواهم گرفت تغییر پیدا کردم. از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد. فقرا اغلب تلاش می کنند نشان دهند که حق با آنان هست. آنها طوری جسم می گیرند که انگار همه چیز را حل و فصل کردن و می دانند و فقط از سر بدشانسی است که ورشکسته هستند. یکی از جملات معروف من اینه که یا حق با شماست یا ثروت. نمی شود هر دو با شما باشند. وقتی حق با شماست یعنی شما می خواهید شیوه تفکر و زندگی قدیمی خود را ادامه دهید. متاسفانه این همان شیوه است که شما را به نقطه کنونیتان رسانده. این فلسفه در مورد خوشبختی هم صدق می کند. یعنی یا حق با شماست یا خوشبختی. نویسنده و سخنران معروف جیم ران جمله معروفی دارد که در اینجا مصداق پیدا می‌کند. اگر همان کاری را بکنید که همیشه کردید، همان نتیجه را خواهید گرفت که همیشه گرفته اید. شما روش خودتان را قبلا امتحان کردید. آنچه نیاز دارید روش دیگری است. به همین دلیل بود که این کتاب را نوشتم. هدف من این است که فایل‌های ذهنی جدیدی به فایل‌های قبلی شما اضافه کنم. فایل جدید یعنی طرز فکر جدید، کنش‌های جدید و لذا نتایج جدید. به همین دلیل است که باید یادگیری و رشد را ادامه داد. فیزیکدانان می‌گویند هیچ چیز در این دنیا ایستا نیست. همه چیزهای زنده همیشه در حال تغییرند. هر گیاهی را در نظر بگیرید. هر گیاه در حال رشد نباشد، در حال مرگ است. انسان و سایر موجودات زنده هم همین طور هستند. اگر در حال رشد نباشید، در حال مرگ هستید. هافر نویسنده و فیلسوف معروف نیز نقل قول جالبی دارد که من زیاد آن را به کار میبرم. هر کس آماده یاد گرفتن باشد، زمین را به ارث خواهد برد. حالانکه هر کس یاد گرفته باشد، به زیبایی خواهد توانست در جهانی زندگی کند که دیگر وجود خارجی ندارد. یا به عبارت دیگر، اگر دائم در حال یادگیری نباشید، جا خواهید ماند. فقرا ادعا می کنند که به خاطر فقدان پول و وقت نمی توانند برای رشد شخصی خود هزینه کنند. از سوی دیگر، افراد ثروتمند به نقل قول بنجامین فرانکلین تمسک می جویند. اگر فکر می کنید سواد گران است، جهل را امتحان کنید. مطمئناً شنیده اید که دانش قدرت است و قدرت توانایی عمل کردن است. هرگاه برنامه جامعه ذهن میلیونر را به کسی پیشنهاد می دهم، به این نکته جالب بر می خورم که این معمولاً افراد ورشکسته هستند که می گویند من به این دوره نیازی ندارم، وقتش را ندارم یا پول ندارم. در این حال میلیونرها و مولتی میلیونرها همه ثبت نام می کنند و می گویند اگر بتوانم فقط یک چیز جدید یاد بگیرم و یک مورد را بهبود بخشم، ارزشش را دارد. در ضمن اگر برای انجام کارهایی که باید انجام دهید و یا می خواهید انجام دهید وقت کافی ندارید،
پس می توان گفت شما نوعی برده مدرن هستید و اگر پول ندارید تا با آن یاد بگیرید چطور موفق شوید؟ چه بسا بیش از هر کس دیگری به آن نیاز دارید؟ متاسفم، اما این که بگویید پول ندارم دردی را دوا نمی کنند. کی پول خواهید داشت؟ 1، 2، یا 5 سال بعد چه چیزی عوض خواهد شد؟ پاسخ آسان است. هیچ چیز، و آن زمان هم دقیقاً همین جملات را خواهید گفت. تنها راهی که می توانم برای دستیابی به پول به شما نشان دهم این است که یاد بگیرید چطور بازی پول را خوب بازی کنید. شما باید مهارت‌ها و راهبردهایی برای افزایش درآمد، مدیریت پول و سرمایه‌گذاری مناسب آن یاد بگیرید. دیوانگی یعنی اینکه همان کارها را دوباره و دوباره تکرار کنیم و انتظار نتایج متفاوت داشته باشیم. ببینید، اگر کاری که شما می‌کنید قرار بود جواب بدهد، شما در حال حاضر ثروتمند و خوشبخت بودید. هر چیز دیگری که در واکنش به این جمله به ذهنتان می آید صرفاً بهانه و توجیه است. خیلی بدم می آید از اینکه مجبورم تا این حد رک و راست حرفم را بزنم، اما به نظرم شغل و وظیفم همینه. به باور من یک مربی خوب همیشه بیش از آن که شما از خود انتظار دارید از شما انتظار خواهد داشت. در غیر این صورت چه دلیلی داره که شما نزد مربی بروید؟ هدف من به عنوان مربی اینه که شما را آموزش دهم، الهام بخشتان باشم، به شما تلنگر بزنم و واضح و مشخص به شما نشان دهم که چه چیزی مانع پیشرفتتان می شود. خلاصه این که باید هر کاری بکنم تا شما را به مرحله بعدی زندگیتان برسانم. اگر مجبور باشم بند وجودتان را از هم باز کرده و دوباره طوری سر هم می کنم که کار کند. هر کاری می کنم تا شما رو 10 برابر خوشبختر و 100 برابر ثروتمندتر کنم. اگر دنبال تعریف و تمجید علکی هستید، من به دردتون نمی خورم. اما اگر می خواهید سریع و دائمی پیشرفت کنید، بیایید تا ادامه دهیم. موفقیت یک مهارت قابل یادگیری است. شما می توانید یاد بگیرید که در هر چیزی موفق باشید. اگر می خواهید یک گلف باز قهار باشید، می توانید این کار را یاد بگیرید. اگر می خواهید یک نوازنده بزرگ پیانو شوید، می توانید آن را یاد بگیرید. اگر می خواهید واقعا خوشبخت باشید، می توانید این کار را یاد بگیرید. اگر می خواهید ثروتمند شوید، می توانید این کار را یاد بگیرید. مهم نیست اکنون در کجا قرار دارید، مهم نیست از کجا شروع می کنید، مهم این است که بخواهید یاد بگیرید. یکی دیگر از نقل قولهای معروف من این است که هر استادی زمانی یک فرد مبتدی و ناشی بوده. برای مثال، مدت قبلی اسکیباز المپیک در سمینار من شرکت کرده بود. وقتی این جمله را گفتم او بلند شد و اجازه خواست که داستانش را با ما در میان بگذارد. خیلی یک دنده به نظر می رسید و احساس کردم می خواهد به شدت با حرفم مخالفت کند. اما برعکس، او برای همه تعریف کرد که وقتی بچه بود در اسکی از تمام همبازی‌هایش ضعیف‌تر بود. بعضی وقتا اصلا موقع اسکی به او خبر نمی‌دادن چون او خیلی کند بوده. برای اینکه همبازی داشته باشه تصمیم گرفت هر آخر هفته به کوه برود و تمرین کند. زیاد طول نکشید که او توانست به پای همبازی‌هایش برسد و حتی از آنها هم بهتر باشد. سپس توانست عضو باشگاه شود و یک مربی رد اول داشته باشد. او دقیقا گفت که شاید حالا استاد اسکی باشم، اما شکی نیست که وقتی شروع کردم فاجعه بودم. خیلی ناشی و بی‌استعداد بودم. کاملا حق با هاروست. شما می توانید یاد بگیرید که در هر چیزی موفق باشید. من یاد گرفتم در اسکی موفق باشم و در المپیک شرکت کنم و هدف بعدی هم این است که در زمینه پول موفق باشم. هیچ کس متخصص امور مالی به دنیا نمیاد. هر شخص پولدار یاد گرفته که چطور در بازی پول موفق باشد و شما هم می توانید این کار را بکنید. به یاد داشته باشید که اگر آنها می توانند، من هم می توانم. پولدار شدن زیاد دخلی به پولدار شدن از نظر مالی ندارد، بلکه بیشتر به پولدار شدن از نظر شخصیت و ذهنیت مربوط می شود. می خواهم رازی را با شما در میان بگذارم که افراد کمی از آن خبر دارند.
سریع‌ترین راه پولدار شدن و پولدار ماندن این است که روی رشد شخصی خودتان کار کنید. یعنی خود را به یک شخص موفق تبدیل کنید. دوباره تکرار میکنم که دنیای بیرونی شما صرفاً بازتابی است از دنیای درونتان. شما ریشه هستید. نتایج میوه های شما هستند. ضرب المثل دیگری هست که من آن را دوست دارم. هر جا رفتی خودت را با خود ببر. اگر بتوانید به یک شخص موفق از نظر قدرت شخصیت و ذهن تبدیل شوید، آنگاه ذاتاً در هر چیزی که انجام می دهید موفق خواهید بود. شما قدرت انتخاب مطلق را به دست خواهید آورد. شما قدرت و توانایی درونی را برای انتخاب هر شغل، کسب و کار و حوزه سرمایه‌گذاری خواهید داشت و خواهید دانست که موفق می شوید. این اساره کتاب است. اگر شما یک شخص سطح 5 باشید، نتایج سطح 5 خواهید گرفت. اما اگر بتوانید به یک شخص سطح 10 تبدیل شوید، نتایج سطح 10 خواهید گرفت. اما یک مسئله را در ذهن داشته باشید. اگر از نظر درونی روی خودتان کار نکنید و به نحوی صاحب پول زیادی شوید، به احتمال زیاد این دستاورد اتفاقی بوده و شما آن را از دست خواهید داد. اما اگر از درون و بیرون به یک شخص موفق تبدیل شوید، نه تنها به آن دست پیدا خواهید کرد، بلکه خواهید توانست آن را نگه داشته رشد کنید و از همه مهمتر واقعا خوشبخت باشید. افراد موفق می دانند که ترتیب موفقیت این گونه است: بودن، انجام دادن، داشتن. فقرا و افراد طبقه متوسط فکر می کنند ترتیب موفقیت این گونه است: داشتن، انجام دادن، بودن. فقرا و افراد طبقه متوسط فکر می کنند اگر پول زیادی داشته باشم می توانم هر کاری دلم بخواهد بکنم و سپس موفق خواهم بود. پولدارها درک می کنند که اگر من به شخص موفقی تبدیل شوم، می توانم هر کاری لازم باشد بکنم تا هر چیزی که می خواهم را داشته باشم، از جمله پول. چیز دیگری که فقط افراد ثروتمند می دانند این است که هدف ثروت‌زایی این نیست که پول زیادی داشته باشیم، بلکه هدف ثروت‌زایی این است که به خود کمک کنیم تا به بهترین کسی تبدیل شویم که می توانیم باشیم. در واقع این هدف تمام هدف هاست: پرورش و رشد خود به عنوان یک شخص. متوجه شدم که یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی بین ثروتمندان و فقرا و طبقه متوسطی ها این است که پولدارها در حوزه خود تخصص دارند. طبقه متوسطی ها در حوزه خود عادی هستند و فقرا در حوزه خود ضعیف هستند. شما در کارتان چقدر خوب هستید؟ شغلتان را چقدر خوب انجام می دهید؟ کسب و کارتان را چقدر خوب انجام می دهید؟ آیا می خواهید بدون تعصب و غرض جواب این سوال ها را پیدا کنید؟ به فیش حقوقیتان نگاه کنید. این فیش همه چیز را به شما خواهد گفت. ساده است. برای اینکه بهترین درآمد را داشته باشید، باید بهترین باشید. اخیراً با رئیس یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری دیدار کردم که می‌خواست با من وارد کسب و کار شود. می‌گفت من باید برای شروع صدها هزار دلار در بانکش سرمایه‌گذاری کنم. گفت باید اظهارنامه‌های مالی‌ام را نشانش دهم. چشم در چشمش دوختم و گفتم ببخشید، قضیه برعکس نیست؟ اگر می‌خواهید من پولم را به شما بسپارم، درستش این نیست که شما اظهارنامه مالی به من نشان دهید. اگر واقعاً پولدار نیستید زحمت نکشید. بنده خدا شوکه شده بود. متوجه شدم که تاکنون کسی هنگام سرمایه‌گذاری ارزش خالص خود را به پرسش نگرفته بود. مسخره است. اگر قرار باشه به کوه اورست صعود کنید، آیا راهنمایی را استخدام خواهید کرد که تا حالا به این قله صعود نکرده و یا باهوشتر عمل کرده و کسی را استخدام خواهید کرد که چندین بار با آن صعود کرده و دقیقاً می‌داند چطور باید این کار را بکند؟ پس بله، دارم به شما می‌گویم توجه و انرژی خود را به صورت جدی
به یادگیری مداوم معطوف کنید و در عین حال دقت کنید که از چه کسی یاد میگیرید و از چه کسی مشورت میگیرید. اگر از کسانی یاد بگیرید که ورشکسته هستند، حتی اگر هم مشاور و مربی باشند، تنها یک چیز را به شما خواهند آموخت، اینکه چطور ورشکسته شوید. در ضمن توصیه اکید میکنم که حتما یک مربی شخصی در زمینه موفقیت استخدام کنید. یک مربی خوب به شما کمک میکند در مسیری که به او گفتید باقی بمانید. برخی مربی زندگی هستند، یعنی همه چیز را مربیگری میکنند، اما برخی دیگر تخصص های مانند عملکرد شخصی یا حرفه‌ای، امور مالی، کسب و کار، روابط، سلامتی و حتی امور معنوی دارند. دوباره تاکید میکنم پیش زمینه مربی خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مربی مورد نظر در زمینه هایی که برای شما اهمیت دارد موفق عمل کرده؟ به عنوان بخشی از روش مدیریت پول ذهن میلیونر توصیه میکنم 10% درآمدتان را به عنوان بودجه رشد شخصی در نظر بگیرید. از این پول برای شرکت در دوره‌ها، خرید کتاب، نوار، سی دی و سایر روش‌های آموزش استفاده کنید. حال چه تحصیل رسمی باشد و چه تحصیل در مؤسسه‌های خصوصی یا مربیگری شخصی. هر روشی را که انتخاب کنید، این بودجه به شما اطمینان خواهد داد که همیشه شرایط یادگیری و رشد مهیاست و نخواهد گذاشت به جمله مخوف فقرا دچار شوید. خودم می‌دانم. هرچه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر پول در خواهید آورد و می توانید پولتان را به بانک بدهید. خب، جمله تأکیدی امروزمون. من نسبت به یادگیری و رشد مداوم متعهد می شوم و من یک ذهن میلیونر دارم. خب، حالا چه کار کنم؟ قبلا گفتم و دوباره هم خواهم گفت که حرف زدن مفت نمی ارزد. امیدوارم از خواندن و گوش دادن این کتاب لذت برده باشید. اما از همه مهمتر، امیدوارم از اصول آن برای بهبود چشمگیر زندگی خود استفاده کنید. البته تجربه من نشان می دهد که فقط خواندن کتاب نمی تواند آن تفاوتی را ایجاد کند که شما به دنبالش هستید. خواندن یا گوش دادن نقطه آغاز است، اما اگر می خواهید در دنیای واقعی موفق باشید، فقط عمل شماست که به حساب می آید. در بخش یک این کتاب مفهوم طرح مالی اولیه را مطرح کردم. ساده است، طرح مالی اولیه شما سرنوشت مالیتان را رقم خواهد زد. سعی کنید حتما تمام تمرین هایی را که در حوزه های برنامه ریزی شفاهی، مدل سازی و پیشامدهای خاص ذکر کردم انجام دهید تا طرح مالی اولیه‌تان به طرحی تبدیل شود که امکان موفقیت مالی را فراهم کند. همچنین توصیه می‌کنم که جمله‌های تأکیدی مطرح شده را هر روز تمرین کنید. در بخش دو کتاب شما چندین تفاوت طرز فکر افراد پولدار را با افراد فقیر و طبقه متوسط یاد گرفتید. توصیه میکنم که همه فایل های ثروت را هر روز تکرار کرده و به خاطر بسپارید. در آخر خواهید دید که نگرش بسیار متفاوتی به زندگی و پول دارید. از آن به بعد انتخاب ها و تصمیمات جدیدی خواهید گرفت و نتایج جدیدی به دست خواهید آورد. برای تسریع این فرایند سعی کنید حتما تمرین های عملی پایان هر فایل ثروت را اجرا کنید. این تمرین های عملی اجباری هستند. برای دائمی شدن تغییر لازم است تغییر در سطح سلولی به وقوع بپیوندد. باید سیم کشی مغزتان از نو انجام شود، یعنی باید مطالب را عملا اجرا کنید، نه اینکه فقط آن را بخوانید و در موردش حرف بزنید و با آن فکر کنید، بلکه عملا انجامش دهید. مراقب صدای بی‌رمقی باشید که در سرتان میگوید تمرین، برای تمرین وقت ندارم. میدانید چه کسی این جمله را میگوید؟ ذهنیت شرطی شده. به یاد داشته باشید هدف این ذهنیت این است که شما را دقیقاً در جایی نگه دارد که هستید، یعنی در ناحیه راحتیتان.
به حرفش گوش ندید. تمرین های عملی را انجام دهید، جمله های تأکیدی را بگویید و صعود زندگیتان را تماشا کنید. همچنین توصیه می کنم طی سال آینده حداقل یک بار در ماه این کتاب را از اول تا آخر بخوانید. صدای بیرمق در سرتان می گوید چی؟ من این کتاب را خواندم، چرا باید هی هر ماه آن را بخوانم؟ سوال خوبی است و جواب ساده ای هم دارد. تکرار مادر یادگیری است. دوباره تاکید می کنم هر قدر این کتاب را بیشتر بخوانید، مفاهیم آن سریع‌تر برایتان خودکار و ذاتی می شود. خب فعلا کافی است. ممنون که وقت ارزشمندتان را صرف گوش دادن و خواندن این کتاب کردید. برایتان از خداوند منان موفقیت روزافزون و خوشبختی حقیقی را خواستارم و مشتاقم که شخصا با شما روبرو شوم. برای آزادیتان، تی هارو اکر.